علیکم دوستان عزیز و نازنینم، روزتون بخیر باشه. خب با ادامه بافت این پیچک و گل مینای زیبا در خدمتتون هستم. جلسه پیش با همدیگه این گردبافی و وسط گلمون رو بافت زدیم. این قسمت میخواییم با همدیگه این گل برگا رو سر بندازیم و امیدوارم تا نیمه بتونیم بافتش رو با هم دیگه داشته باشه. اولین نکته که برای من اتفاق افتاد این بود که بچه ها من نخ ثابتم کم اومد. چون من نخ ثابتی که گفته بودم بهتون 50 سانت بگیرید برای گل مینا بود. این دورش چون بزرگتر شد نخ ثابت من تموم شد. حالا من میخوام یه نخ ثابت دیگه به این اضافه بکنم که بتونم با این جدید کار بافت انجام بدم. شما اینجا میتونید آموزش اضافه کردن نخ رو هم با من ببینید امروز. خب برای اینکه ما بتونیم یه نخ دیگه به کارمون اضافه کنیم، این نخ رو همزمان، نخ جدید رو همزمان با نخ قدیمی میذاریم روی همدیگه و روی دوتای اینها با همدیگه اون نخ زیریمون رو روش روی این دوتا با هم بافت میزنیم. خب من اولین بافتم رو اینجا میزنم روی این دوتا نخ، یک و دو، به این صورت که این دوتا با هم دیگه الان یک نخ در واقع حساب میشن. یه مقداری که روشو بافت زدم، بعد این نخ ثابت قدیمی رو کنار میذارم و فقط روی این نخ ثابتی که جدید دارم ادامه بافتم رو دنبال میکنم. خب حالا بچه ها من اولین نخم رو اینجا اضافه کردم به کار. دوباره از این ردیف که میخواییم بافت گل بر کار شروع کنیم، باید یکی در میون نخهای جدیدمون رو اضافه کنیم. خب من نخ موم زدم رو تعداد 15 تا 20 تا برای گل آفتاب گردون و 10 تا 15 تا برای گل مینا به سایز 25 سانت برش زدم و یک به یک، یک در میون بین این بافتا اضافه میکنم. الان خب من این رو اینجا یه دونه بافت زدم، الان اینو اضافه میکنم به بافتم به این صورت و میرم نخ بعدی رو گره میزنم. و حالا دوباره بعد یک نخ جدید به بافتم اضافه کنم. این دو طرف نخم رو مساوی میکنم و یک گره کله چکاوکی روی نخ ثابتم میزنم به این صورت و میام دوباره نخ بعدی رو روی این نخ گره میدم و دیگه اینجا کار این نخ ثابت قدیمی من تموم میشه. دیگه اینو رهاش میکنم، اینو احتیاج دیگه ندارم. این گره کله چکاوکی بعدیم رو فقط روی نخ ثابت جدید من میزنم در واقع و بعد اون نخ ثابت قدیمی و اضافه نخ ثابت جدید رو. چی شد؟ این نخی که من نخ ثابتم گرفته بودم و روی این نخ قدیمی گذاشته بودم که با هم دیگه بافت بزنیم، اینو من اینجاشو گره ندادم، یادم رفته. ببینید این نخ الان ثابت من هست. وقتی که اینو گذاشتین روی هم دیگه و دو سه تا بافت زدین، اینجا یه گره بزنین که این حالا اول کار توی این بیاد، بعد بیاد سر نختون و این بافتتون، این نختون سفت باشه، یه دفعه در نره مثل مال من. حالا من چون نخم، این نخ ثابتم هنوز جا داشت، اینا رو دیگه باز نکردم، اینا رو محکم کردم، دوباره اینو اینجا گره دادم نخمو، این دوتا رو گذاشتم روی هم دیگه. حالا چند تا بافت میزنم بعد این نخ ثابتمو رها میکنم. این نکتم یه نکته خیلی خیلی مهم، یه فوت کوزه‌گری دیگه بود که امروز با هم دیگه تجربهش کردیم و یاد گرفتیم. خب این حالا من نخ بعدی رو اضافه میکنم به کارم و دیگه یه دونه دیگه گره که اینجا بزنم بچه ها. خب دیگه من این نخ ثابت قدیمیه رو رهاش میکنم، فقط با نخ ثابت جدید کار میکنم. این کار رو دیگه تا انتها، اینو دیگه من رها میکنم. این کار اضافه کردن یکی در میون نخ ها رو به این نخ های ثابتمون
اینجا دیگه من تموم میکنم، انجام میدم دور تا دور رو، بعد که تموم شد بهتون کار رو نشون میدم. نگاش کنیم فقط این خورشید خانوما چقدر خوشگل شد. خوب بچه ببینین، من این نخهای مومزده سایز 1 زردم رو به دور کار 1 در میون اضافه کردم و به این خوشگل خانوم رسیدیم. حالا میخوایم بافت در واقع برگامون رو از این قسمت شروع کنیم. دیگه ما با این نخهای مشکی رنگ کار نداریم. میتونیم اینها رو توی این مرحله قیچی بکنیم و از کار حذف بکنید. یعنی چجوری اینا رو همه رو به پشت از پشت کار کوچیک کوچیک یک به اندازه 1 میل جا باقی میذارید، قیچی میکنید و با فندک میسوزونیدشون. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم این هستش که دو تا نخ کنار هم دیگه، مثلا این دو تا نخ سمت بالا و دو تا نخ در موازات همین از سمت پایین نگه میدارید که اینها رو برای اتصال به پیچک نیاز داریم. بقیه این نخامون که اضافه هستن رو میتونید حذف بکنید. حالا من بعد از ویدئو حذفشون میکنم، چون میخوام الان بافت برگ رو بهتون آموزش بدم، بعد این کار رو انجام میدم، چون میتونید توی این مرحله هم کار رو انجام بدید. حالا ما 1 دور کامل این کار رو انجام دادیم و دوباره رسیدیم به سررج. یعنی الان من دور تا دور کارم رو برای گلبرگ برگ اضافه کردم. حالا بسته به این که این وسط گلبرگ شما، گل شما چقدر بزرگی داشته باشه، این نخا میتونه کمتر یا بیشتر بشه. حالا با 1 نخ دیگه زرد رنگ و به اندازه سایز 2 متر کار رو شروع میکنیم. این نخ رو من میخوام چی کار بکنم؟ به این گره سرانداختن قلابی نیمه بزنم. ببینید اینو میارم، اونو نخ ثابت قرار میدم و این رو از لای این، حالا این چون نخش بچه ها بلنده و یه ذره اول جمعش میکردم بعد از لایه این ردش میکردم که کارم آسون تر باشه. اینو اینجوری رد میکنم، دستم رو روی این میذارم چون این اصلا بافتش محکم نیست، و بعد این رو دوباره اینجوری از لایه این نخ عبور میده از لایه نخ ثابتم تا گره دوم من در واقع شکل بگیره. و اگر نخاتونم کوتاه بکنید خیلی بهتره که دیگه تو این همه حجم نخ گیج نمیشین. خب اینو میارم انتهای کار. ببینید پس این گره هم یه بار دیگه نشونتون بدم. من این گره سر انداختن رو اینجا زدم، سفتش میکنم و این رو میبرم انتهای کار. ببینید به این صورت. حالا از اینجا به بعد این نخهای زرد رنگی که تازه به کار اضافه کردیم میشه نخ ثابت ما و به صورت عمودی روی با این نخ ثابت جدید، با این نخ بافت جدیدمون روی این نخهای ثابت ما بافت میزنیم به این صورت. من برم این نخمو کوتاه بکنم، جمعش بکنم، بیام که کار بافت زدن راحت تر بشه. بچه من این نخم رو ببینید به این صورت پیچیدم دور دستم و یه چسب زدم که این کوتاه بشه بتونم راحت باش کار کنم. حالا ببینید دو تا نخ رو من به صورت عمودی گره زدم. حالا میام نخ بعدی. حتما بچه ها این نخ های اضافتون رو قیچی کنید، چون حجم نخ زیاده، این باعث میشه که بیشتر گیجتون بکنه. چه کار میکنیم؟ اینو به صورت اینو نخ ثابت میگیریم، این نخ بافتمون رو به صورت عمودی بهش گره گلابیه نیمه میزنیم و این کار رو تا انتهای رج شما باید تکرار بکنید. یعنی 1 به 1 این نخهای زرد رنگتون رو نخ ثابت قرار بدید، نختون نخ بافتتون رو بیارین زیر نخ ثابتتون و 1 گره قلابی نیمه عمودی به کارتون بزنید و این کار رو تا انتهای رج، یعنی این رجتون کامل تموم بشه، این کار رو باید انجام بدید. من برم این تا انتها ببافم و این نخهای اضافه رو قیچی کنم، بیام بقیهش رو بهتون نشون بدم.